یکم ماه جمادی الاول برابر است با ساروز صدور فتوای تحریم تنباکو. در یکم ماه جمادی الاول در سال 1309 قمری فتوای معروف تحریم تنباکو توسط مرجعیت وقت شیعه آیت الله ازما سید محمد حسن شیرازی رحمت الله علیه معروف به میرزای شیرازی صادر شد. ناصر شاه در سومین سفرش به اروپا به علت ولخرجی های زیاد مجبور شد با شخصی به نام ماجو تالبوت قراردادی را به امضا برساند که به موجب آن کشت و فروش تنباکوی ایران به مدت 55 سال به شکل انحصاری در اختیار کمپانی رژی که در اصل متعلق به کشور انگلستان بود قرار می گرفت. در پی این قرارداد ننگین دست رازی های کشورهای سماری به اموال مردم و چپاول دارائی های کشورهای مسلمان فراهم شد آیتول الازما میرزای شیرازی برای از بین بردن این مشکلات که به گفته مورخین می توانست آینده ایران را به خطر بیندازد طی فتوایی مصرف و خرید و فروش تنباکو را حرام و در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجا و شریف اعلام کردند در اوایل صدور فتوا حکومت وقت شایعه کرد که این فتوا جعلی است ولی پس از روبرو شدن با فشارهای مردم بناچار آن را پذیرفت فتوای تحریم تنباکو در سرنوشت کشور و مردم ایران نقشی بس مهم را ایفا کرد و توانست علاوه بر کوتاه کردن دست بریتانیای استعمارگر از ایران قدرت مرجعیت شیعه و فرمان برداری شیعیان از این جایگاه بزرگ در تشیع را به جهانیان اثبات کند.